سرخط خبرها و مهمترین ها، آتش سوزی در جنگلات کنر، بیش از 14 هکتار جنگل و علفچر تومه آتش شد. طالبان در میدان وردک مردم را مجبور به پرداخت غرامت به کوچی ها کردن. فرصت نیم ساعته برای نجات. مشروع خبرها، مسئولان ملی طالبان در ولایت کنر میگویند که در نتیجه آتش‌سوزی در جنگل‌های این ولایت 14 هکتار و 80 جریب جنگل و علفچر در آتش سوخته است. احسان الله رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در کنر گفته است که این آتش‌سوزی از روز شنبه 3 سرطان در جنگل‌های سندرای و کرنگل ولسوالی در پیچ این ولایت آغاز شده است. با گفته وی طالبان تا کنون موفق به مهار این آتش نشدند. گرمی شدید و وزش باد سبب گستردگی دامنه آتش‌سوزی شده است. تا کنون دلیل وقوع این آتش‌سوزی به گونه دقیق روشن نیست. این در حالی است که سال گذشته نیز هزاران هکتار جنگل در ولسوالی چپه در این ولایت در نتیجه آتش‌سوزی سوخت. طالبان در میدان وردک مردم را مجبور به پرداخت غرامت به کوچی ها کردند. منابع محلی در ولایت میدان وردک ادعا میکنند که مسئولان محلی طالبان در بدل رهایی 17 باشنده ولسوالی جلریز این ولایت 4 میلیون 200 هزار افغانی پول درخواست کردند. منابع روز یکشنبه به روزنامه 8 صبح میگویند که این گروه این باشندگان ولسوالی جلریز را 3 روز پیش و پس از ادای کوچی ها مبنی بر سرقت 400 رأس معاشی شان بازداشت کردند. با گفته منابع طالبان پس از 3 روز از مردم جلریز خواستند تا به کوچی ها غرامت پرداخت کنند. این بار نخست نیست که کوچی ها در میدان وردک علی باشندگان بومی این ولایت ادای دوزی معاشیشان را مدرع می کنند. دو ماه پیش نیست طالبان محلی در میدان وردک 15 تن از باشندگان این ولایت را به اتهام سرقت گوسفندان کوچی ها زندانی کردند، اما به دلیل نبود اسناد و شواهد کافی در مورد ادای مدرع شده دوباره آزاد شدند. با قدرتگیری دوباره این گروه در افغانستان، کوچی ها در ولایت های مختلف به ویژه غزنی، دایکندی و میدان وردک هر از گاهی باشندگان محل را متهم به دزدی میکنند و غرامت میخواهند. در برخی موارد طالبان مردم را مجبور کردند تا پول هنگفته را به عنوان غرامت به کوچی ها بپردازند. رسانه افغانستان انترنشنال در سایت رسمی خود گزارش می‌دهد وزیرستان سازی شمال حزب رحمت الله نبیل خواستار تشکیل جبهه متحد میهنی علی طالبان شد. حزب ملی آزادی افغانستان به رهبری رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی می‌گوید هدف از انتقال تروریستان از جنوب به شمال تبدیل کردن این ساحه به وزیرستان جدید است. این حزب از نیروهای زیر طالبان خواست جبهه متحد میهنی را علی این گروه ایجاد کنند. این حزب روز جمعه در بیانیه نوشت که جابجایی این افراد پروژه پیچیده استخباراتی منطقه‌ای و فرامنطقه است و هدف آن انتقال گروه‌های تروریستی به آسیای میانه، دامن زدن جنگ‌های نیابتی و تغییر بافت جمعیتی این مناطق است. این حزب گفته است که انتقال جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی و شمال افغانستان ضد منافع ملی است و باعث اختلاف قومی و زمینه‌ساز تجزیه می‌شود. حزب ملی آزادی افغانستان خواستار ایجاد جبهه متحد میهنی از سوی نیروهای نظامی و سیاسی و فعالان مدنی برای مبارزه مشترک علیه طالبان شده است. در روزهای گذشته ده ها خانواده از مناطق مرزی پاکستان و جنوب افغانستان به شمال منتقل شدند. پیشتر سخنگوی طالبان تایید کرده بود که مهاجران از منطقه وزیرستان شمالی واقع در شمال غرب پاکستان به برخی از مناطق افغانستان منتقل می شوند. رژیم نیابتی روزنامه 8 صبح پاکستان در 15 اگست 2021 بدون شلیک حتی یک گلوله افغانستان را فتح کرد. این پیروزی با کمک طالبان انجام شد. گروهی که وابستگیش به پاکستان به حد آشکار است که حتی مردم عادی نیز کوچکترین شک نسبت به آن ندارند. طالبان چه در زمانی که با دولت مورد حمایت غربی ها در افغانستان می جنگیدند و چه حالا که این کشور را در اختیار دارند، هیچگاه علی نظامیان پاکستانی دست به کار نزدند. آخرین اقدام طالبان برای انتقال اعضای تی تی پی به شمال و شمال شرق بار دیگر ثابت می کند که میزان وابستگی این گروه به کشور همسایه چقدر عمیق است. این اقدام از یک سو نگرانی اسلام آباد از فعالیت های تی تی پی در دو سوی خط دیورن را کم می کند و از جانب دیگر با بحران سازی در افغانستان زمینه را برای تداوم نقش آفرینی منحصر به فرد آی اس آی در این کشور تا زمان نامعلوم فراهم می سازد.
روشن است که هر قدر دامنه خشونت و تروریسم در افغانستان و پاکستان بیشتر گسترش یابد، جایگاه اربابان صنعت ترور ارتش پاکستان سالها یکی از دست اندرکاران این صنعت مرگبار اما پرسود است نیز در این کشورها مستحکمتر می شود و اعتبارشان افزوده. صنعت ترور در کشورهای بحران زده و فاقد دولتهای باثبات رشد می کند. مناطقی که به مثابه بهشت گروه ها و رژیم نیابتی خشونت و تروریسم در آنها از استثناء به قاعده بدل شدند، نظم مستقر در این کشورها که زیر کنترل رژیم ها و گروه های نیابتی هستند، نظم جنگ است و سیاست در بحران دائمی به سر می برد. گروه ها و رژیم های نیابتی یکی پای دیگر می آیند و نظم نیمبند به وجود آمده به هم می خورد. آنچه از این دگرگونی پدید می آید گونه یا شب امنیت است که ناپایداری و حرج مرج از ویژگی های اساسی آن شمرده می شود. در شبه امنیت نامشروع جایگزین مشروع می شود و قانون جایش را به بیقانونی خالی می کند. وقتی رژیم بر سر کار مشروعیت ملی و بین‌المللی نداشته و همه قوانین به حالت تعلیق در آمده باشد، کسی حتی به فرمان امیرالمومنین طالبان نیست پشیز ارزش قائل نیستند. رژیم های نیابتی روی کار نمی آیند تا نظم پایدار مشروع و قانونی را جایگزین نظم نیمبند قبلی کنند، بلکه هدف اصلی از به قدرت رساندن این گروه رژیم ها شکست رقابت های ژئوپلیتیک در جنگ نیابتی است. این رژیم ها با ماهیت مافیایی که دارند اگر به ثبات پایدار سیاسی برسند، اولتر از همه بروی اربابانشان شمشیر می کشند. از این نظر رژیم های نیابتی به گونه ای طراحی می شود که تقومی وابسته، فاسد، به ثبات و شکننده باشند تا از مشروعیت داخلی و خارجی برخوردار نشوند. نظامیان پاکستانی هرگز دوست ندارند دولت قوی و مستقل در افغانستان بر سر کار باشد، چون دولت‌های قدرتمند به سادگی زیر بار هر فشار نمی‌روند و بهره برداری از آنها کار از دشوار و پرهزینه. ولی وقت فیض امیر رئیس وقت ISI به کابل آمد تا کابینه طالبان را بسازد، به خوبی میدانست چه کند. او قصد نداشت به شکل گیری کابینه کمک کند که به اصطلاح همه شمول باشد و هم اقوام و جریان‌های سیاسی خودشان را در آن ببینند. او با آگاهی کامل از مأموریت استخباراتیش عمدن قدرت را میان دو جناح طالبان تقسیم کرد تا اساس امارت از آغاز سوس و مسئله دار باشد. این کار برای ISI دو مزید دارد. نخست، حکومت تقومی و منحصر به گروه آن هم در کشور با ساختار متنوع قومی مورد قبول اکثریت مردم افغانستان است. این یعنی چین رژیم طالبانی از تمام اقوام و جریان‌های سیاسی نمایندگی نمی‌کند، شکننده و بی‌ثبات است. این شکنندگی زمان بیشتر می‌شود که رژیم بر سر کار با گذشت هر روز نه تنها کار برای اعتمادسازی نکند، بلکه برعکس فشارها بر مردم ناراضی و خشمگین را زیادتر کرده و بر زخم‌های آنها نمک بپاشد. این گزارش را می توانید در ویدئوی دیگر ما دنبال کنید. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب و روزتان خوش.